عرض سلام و درود خدمت تمام شما دوستای عزیز. آرزومند هستم هر کجا که هستین لبایتان خندان، دلتان شاد، شب و روزتان همون تو با خوبی خوش سپری کنین. دوستای عزیز، بازم من فاطمه جعفری خدمت شما عزیزان قرار دارم. امروز آمدیم بازارچه هنر و میخوایم اینجا برای شما به معرفی بگیرم اینکه چقدر خانم ها اینجا مشغول به کار هستن و چی اینجا به فروش میره و بعضی چیزهای دیگر که معلومات حاصل کنیم. شما در ادامه با ما باشین و ما میرم و با کسان گفتگو میکنیم. دوستای عزیز یادتان نره پیش از اینکه برنامه ما را ببینین چنل یوتیوب ما را سابسکرایب، لایک، اگر کدام نظر پیشنهاد داشتین میتونین با کامنت ها با ما شریک بسازین. نظرات شما دوستان برای ما بسیار با ارزش هست، پس کامنت با ما بگذارین. دوستای عزیز این شما و این هم ادامه برنامه. سلام مجدد خدمت تمام شما هموطنان عزیزم. فعلا آمدیم داخل دوکان بازارچه هنر که یکی از خانم های صنعت پیشا پیش شما هست و میرم که سلام علیکم میگم. سلام علیکم، خوب هستین؟ سلام، خوب هستین؟ حال شما خوب است؟ بخیر باشین، تشکر. میشه خودم معرفی کنین؟ عزیزه رسولی هستم، مسئول انجمن چلبرج. خب بسیار خوب، میشه بگن که چقدر مدت میشه که دوکان شما اینجا هست؟ مدت 5 سال میشه که ما اینجا دوکان گرفتیم. خب میشه بگین که دکانتان کدام لباسای چرقم دارن دیگه؟ بغیر از لباس فکر کنم کفش هست و چادر هست و دیگه بیگ پیسه هست. میتونم نام بگیرین برام که چی دارین؟ ما لباس ازرگی جور میکنیم، خامک دوزی ازرگی گیرد کست دیگه، 50 پیش جور میکنیم. 50 پی چند رقم هست؟ 50 پی خامک هست، گروف هست، گروف ساده است، گروف شیشه دوزیش است و دته بگم دیگه سر پاتلونی است، هم از خامک هم از 50 پی جور میکنیم. دیگه چادر است که چادرای برکلون جور میکنیم، چادرای برخور جور میکنیم. دیگه یخن است، یخن مردانه است. دیگه جیز عروس است جور میکنیم، دسمال جور میکنیم، دسمال کلون خورد. دیگه از نمد کفش نمدی جور میکنیم، چپلکایش. دیگه از تابلوی مثلا تابلوی عکسی بود جور میکنیم. دیگه از سری میزی از گردگاه جور میشه، از این جور میکنیم. زیر گلاسیش، زیر قاب این چیزا جور میکنیم. خب بسیار خوب. خب به همین لباس های هزاره دیکن یکی دستی هست و فکرم دیگهش ماشینیه و دستیش که است اینجا است، دستیش یعنی که است شاله دستی است، یعنیش که است کتانه، یه از کتان جور شده. یام دامن گیرد است لباس زرگی، ایش که است شاله هم دامن گیرد است. باز ای کدومشان قیمت هستن؟ شال قیمت هستن. شال قیمت هستن. خب بعضی بگوین که اینا همی جنس هایی که هست خودتان کارگاه دارین، خودتان مدازن یا نه شاگرد دارین، نفر دارین که براتون مدازن؟ نه اینا رو خودمون نمدازیم، اینا رو شاگرد داریم. شاید تقریبا 70-80 نفر شاگرد داشته باشیم. اینا رو میدیم، مثلا یک قدری دیزاین میکنیم. دیزاینش خودتان؟ خودمون کنم دیزاین چرا. دیزاین میکنیم، باز اینی رو قد مثلا یک لباس ها که اونمون نمونه رو دیزاین کردیم، باز قد لباس میمانیم، هر کوگیندر در جا توضیح میکنیم. باز تیکش خودتان برش میدیم؟ تیکر خودمون، تیکه و تار و دیگه وسایل هاشه، سوند و تیکه و چیزاش خودم میدیم. آها بسیار خوب. خب همین شاگردتون از مرکز هستن یا نه ولسوالی ها، منطقه ها؟ از هر جای هستن، هم از مرکز هم از ولسوالی ها هستن. خب. مثلا یک کولنگ هست، پنجاب هست، دیگه سایغون هست، دیگه شیبر، مرکز شیبر هست، دکانی، فولادی، خوشکک، دیگه جری سیدا، زرگرام. خب این تیکایش تیکش از هم خود مرکز میخرن، از بامیان نه همین تیکا و بعض وسایل ها رو از یکان جای دیگه میارین؟ نه از کابل میارین. از کابل میارین؟ کل چیش از کابل میارین؟ مثلا سوند و تیکا و چیزایش از کابل میارین. خب
فکر کنم پنجابی هستن نه؟ پنجابی دستوزی ها؟ این پنجابی است. خب سرپتلونی هاش مو؟ خب سرپتلونی هاش مو کجا میره سر... برمان؟ سرپتلونی؟ اونو سرپتلونی دیگه اونو طرف است سرپتلونی تنا مثلا شلوار نداره تنا مو پیرنکش است او خورد خورد که هستن تو چی که داره گلگلک که داره اونا چی رقم لباس است اونو خورده که است اینی دوتایشی مثلا از این نادختم داریم این دوتایشی لباس دستی است دارگی گرد خورد است برای دخترای خورد او دیگه هایشی که است اونو طرف هایشی که است اونو از فیتا جور شده از فیتا جور کرده خب اینا چی هستن؟ اینا جیز هستن جیز هروس خان خان یا فکر کنم بایگک های پیسه هستن خب یا هم از هم وسکت های قدیمی هست که تو پیسه آزام کرده گیا نه؟ وسکت های قدیمی خب قدیمی قدیمی بس کمال از هم یا چند هستن؟ یه سی و نیم هزار خب بسیار خوب خب از این چیزای زیورالات قدیمی هم دارین شما؟ دارم خب بسیار خوب امی هم گردن بند هست آها چقدر مقبول خدا یال فکرم کمیاب هم اصلا نمیا از قدیمی خب خب خلزه این سال چطور بود فروشادتان؟ این سال خوب نبود از خاطر کرونا از خاطر که میمانه زیاد نمیه سالای دیگه خوب بود؟ سالای دیگه خیلی خوب بود امی دو سال شده بود سه کاروبار نیه خب خلزه تشکر بسیار از این که با ما گپ زدین خب بگوین پلانه آینده تان چی قصد دارین؟ دیگه پلانه از موی است که کاربارم باید بالا بره موی مثلا کابل دیگه در کشورهای دیگه باید ما نمایندگی داشته باشیم ما رو باید اونجا معرفی کنه مثلا رئیس مرزانا و ولایت و اینی جای باید ما رو معرفی کنه انشالله اینی پلانه از موی بالاتر است خدا کنه برسید انشالله حتما میرسین چون ای بستگی به خودتان داره که چقدر تلاش کنین چقدر زحمت بکشین خب تشکر از این که با ما گپ زدین خالزه دوستای عزیز ای بود دکان خالزه ما هم تو میریم دکانا و دیگر هم بریم گپ بزنیم کسشان و بریم دکانشان رو ببینیم که چی دیگه اونا هم دارن تشکر بسیار از این خب. دوستای عزیز فعلا آمدیم دکان دیگر که در این بازار چه قرار داره و خاله جان پیش خود ما هست و میخوایم که سلام علیکم سلام علیکم خاله جان سلام علیکم عزیز خوش اومدی خوب هستین سلامتی خیر باشین سلامت باشین میشه خودم معرفی کنین من بلقیس رضایی هستم مسئول انجمن گوهرشاد خوب خاله جان بسیار یک دکان قشنگ هم تو با رنگ های رنگارنگ و رنگ های زیبا قشنگ خب میشه بگین که چقدر مدت میشه که اینجا دکانداری میکنین ما دکانداری اولین خانم بودیم که در بازار بامیان اومدیم و هیچ خانومی در بازار بامیان کار نمیکرد که ما 15 سال چه در کاروبار شروع کردیم الحمدلله یعنی قد خانومی دیگه در بازار بامیان کار میکنه و دیگه خانوم های دیگه ولسوالیان در کار افتاده بازارچه های ایجاد شده و مثل از این بازارچه سرمنشه کل صنایع دستیشه نه تنها خود بامیان کل ولایت های افغانستان میگه ما سرمنشه صنایع دستی کاروبار از بامیان شروع کردیم خب فکر کنم در باره از بازارچه شما معلومات زیاد داشته باشین خب میشه بگین که بازارچه چقدر دیر میشه که اینجا جور شده بازارچه را 5 سال شده که شروع شده ما در او طرف طرفی چی بوده او طرف و طرف هنگریا که ما یک اونجی نمایشگاه ها پنجشنبه بازار بوده و اونجا وسایل های خورمو مو بردیم بسیار جایش خراب بود جایش خوب نبود و در بارش ها اذیت می شدیم در گرمی ها تا ای که غلام علی وحدت والی صاحب در ما گفتن که شما که ابتکار از خودتان نشان دادیم ما شما را جای دکان میدیم و خودشان آمدن اینی جای دکان اینجا رگزار بود و از زراعت مسئول چی از اقتصاد از ریاست امور زنان از شاروالی از خودی ولایت آمد در ما توضیح کدک ما جور کدیم میره خواهی دکان همیل از خودتان هست؟ از خودمان هست همینجا چند دکان هست و چقدر خانم همینجا به کار شروع کردن فعالیت دارن اینجا؟ داخل 20 دکان بیرون هم از بازارچه تقریبا 30 دکان میشه خب همین بازارچه در کل خانم ها فعالیت دارن؟ بله کل خانم ها فعالیت داره خب خاله جان میشه بگین که اینجا دکانتان از چی دارین اینجا؟
ما اینجا بیک داریم، کلا داریم، برک داریم، گلیم داریم، قالین داریم، پرنهای ازارگی داریم، پرنهای افغانی داریم، مختلف روی تختی ها داریم، از کلی انواع صنایع دستی عکسی بوده است اینا، عکسی بوده رو داریم که خود ما طرح میکنیم، جور میکنیم، انواع صنایع دستی داریم. خب بسیار عالی. شما اینجا کارگاهی دارین یا نه هم تو مثل خالای دیگه واری هم تو نفر دارین براتون جور میکنه؟ ما در بخش قالین نام نفر داریم جور میکنه، در بخش صنایع دستی هم امرای خانمای بی بزاعت ما کار میکنیم و مواد خام میدیم اونا جور میکنه و برای ما میاره، ما اجریشان میدیم. خب مواد خام از کجا میارین شما؟ ما از کابل میاریم، ولی درا از کابل میاریم، ولی خوب را هم نیست، خدا کنه که یک صلح و ثبات در افغانستان بیاره که انشالله صنایع دستی پیشرفت کنه و دولت هم توجهش در صنایع دستی باشه. ما نمایشگاه ها حالی که کرونا است، بعد از انشالله که ویروس کرونا خوب شوه، ما همکاری دولت و مؤسسات خواهان هستیم که برای صنایع دستی کار کنه و کوشش کنه. اگر خدایی نکرده امی رقم بو من صنایع دستی هم رو به رکود هسته. خب متاسفانه این مشکلات باعث شده میفهم. خب انشالله که کل چیا از بین برو و بتونیم که ما پیشرفت کنیم. درباره از این بگوین که چقدر امسال برای شما برنامه ها ایجاد شد که شما بتونین امی صنایع دستی تان به نمایش بانین؟ برای از ما برنامه ایجاد نه، دو تا نمایشگاه بوده، یک نمایشگاه بوده که او آخری معارف برده بودی چه سهولتی نداشته و او طرف هم طرف بوده که بودی معلوم نمیشدی، طرف هم طرفی چوک معلوم نمیشد، یک جای محدودی بود، برای ما هیچ فایده ای نداشته. و ما از دولت خانم یا از مؤسسات که در جای نمایشگاه فکر کنه که مردم بیتونه، وقتی که از بند امیر می آمد یا که طرف بند امیر می رفت که هیچ نمایشگاه هیچ نمی دید، معلوم نمی شد. پیرار سال خوب بود، اید قربان گرفته بود، نزدیک چوک گرفته بود، اگر طرف بند امیر می رفتم می دید، اگر طرف اگر طرفی بودا می رفتم خب می دید، ولی معلوم بود که نمایشگاه کجا هست. ما فروش خوبی داشتیم، ولی یعنی تو نمایشگاه ها برای ما نجات شوه که خوب است، جایش خوب باشه، جایش خراب نباشه، ولی خوب جایش را قد خانوما در میان بذاره که در کجا بگیریم، ولی خوب مشوره باشه ده. که نظرها مختلف است، ما هم سم داشته باشیم، میدونیم که در کجا نمایشگاه بره، کجا فروشه، کجا فروش نیست. بله دقیقاً دقیقاً. خب خاله میشه بگین که درباره چقدر شاگرد دارین و همینجا فکر می گفتین منطقه است، کدام منطقه است؟ ما در شهیدان داریم، فولادی داریم، سماره داریم، حتی در پنجه و ورس هم داریم که از ما می دخت و دوز می بره یک کولنگ. تعداد خانم ها چقدر است؟ 50 نفر است. و زمستان که کار کم میشه 20 نفر است. حال که تابستان است ما 50 امرای 50 نفر کار میکنیم. خب خاله میشه امیار بر ما یک معرفی کنین اینی فکر کنم وسکت است اینی؟ آه این وسکت است. اینی هم دسمال است و اینی چی هست؟ اینا روی تختی است. روی تختی خواه. اینا روی تختی است. اینی چی؟ اینا روی تختی است برای دیزاین خانه. اینا هم غجری باف است. غجری باف؟ غجری باف است که بافت از اینا خیلی مشکل است. کارگاه داره دیگه؟ کارگاه داره، خانمای قدیم اینا رو بافته و حالی هم اینا اگه کوشش بکنیم ما که نفراش رو پیدا کنیم تازه اونا میاد بگیره، ولی اینا کارشون هم خوب است، غجری باف است. یه هم همینطور است، روی تختی است، روی تختی است، اینا هم روی تختی است دیگه، انواعی اینا گلم است، گلم است، اینا هم بایک است که بایک هایی که خود منجور کردیم، خود منجور میکنیم؟ خود منجور میکنیم، شاگردای منجور میکنیم. اینا رو هم شاگرد داریم که مواد خامه میدیم بهشون، شاگردای من جور میکنه. اینا هم هست دیگه، از این بایگای پیسه اینا تماتوشن چند هست؟ سه تم میشه،
اینا هست دو ست اونا مثلا این امرای از این سیت هست اینا دو تا. امرای از اینا اونا 600 هست هم 200 اینا هم برک هست اینا برک هست اینا هم کلاهای زر زیوری قدیما که مثلا 100 سال پیش هست دیگه اینا انانات صنایع دستی هست صنایع دستی بسیار خوب که محصولات خود افغانستان است تا که بره چینایی رو بخره محصولات خود افغانستان بخره بخاطر که بامیان خوب کار کرد شهر خلاق هم شد صنایع دستی بامیان بیاین از نزدیک دیدن کنن بازارچه رو و صنایع دستی بامیان بخره حتما خب حالا میشه بگین که بیشتر امی خریدارایتان از کجاها هستن چی وقت سال بیشتر امی خریدارتان هست و کیا میخرن بیشتری ما به خاطر که قالینچه و گلیم داریم به خاطر روی تختی ها داریم اینا را توریستا اگر ما کار ما بند از توریستا اگر توریست ها بیای ما تابستان توریست ها که میاین خیلی فروش خوب داریم و انشالله که از این به بعد آرام و صلح ثبات در افغانستان بیاره و مهمانای کابلمون که بیاین ما خریداری بکن از ما که را باید امن باشه رای بامیان و کابل که انشالله بیشتر از ما توریست ها میخره خب بینده های عزیز اینیا فکر کنم ممو زیورالات قدیمی هستن که زیورالات قدیمی هست چمکلی هست امیار چمکلی مگه این میار چمکلی مگه یا شما از کجا میکنین؟ یا را ما از چی اطراف ها خریداری میکنم و خودشان میاره اینا مالی 100 سال پیش هسته که زر زیوری زر زیوری قرص های قدیم بوده بس قیمت هاشان چند هستن؟ قیمت های از یا 3000، 2000، تا 4000، 6000 یعنی هم وسکتش هسته اون وقتا زر زیور قدیم ها اینا بوده آه دیگه خواه اونا کلایش هسته خواه یا هم فکر کنم گلم هستن دیگه گلم اینا هم چی هن اینا؟ خورد خوردک اینا برای دکوریشن خانه است. خب برای دکوریشن سر میز بذاره یا که ده چی برای تنظیم خانه برای که خانه را چی دکور کنه اینا برای دکور خوبه. خب من اینجا فکر کنم که چی کلا با ایناش هم چی میگن؟ سلسله. باش تو کلامش مقبول تره. همین مقبول تره. باش تو ببینم که نمه میه نمه بسیار مقبول میه. آه قشنگ هستن. خب تشکر بسیار زیاد از اینکه با ما گپ زدین. اگر در آخر کدام گفتنی داشته باشین. ما گفتنی داریم به خاطر که دولت باید توجهی داشته باشه برای صنایع دستی بله. که صنایع دستی خوب انانات خود افغانستان است بله. وقتی که توریستا میه بسیار خوشحال میشه سوغاتی میخره و میگه بامیان چی شهر زیباست شهر توریستی است شهر و بند امیرش قشنگه بوداش بله. قشنگه آب و هوای بامیان و صنایع دستی قشنگشون هم از بین نره توجه دولت باشه بله. در صنایع دستی تشکر بسیار زیاد خب بینده های عزیز ای بود برنامه ما از بازارچه هنر و خانم های صنعت پیشه دوستای عزیز تشکر از این که تا حال با ما بودین امیدوار هستم برنامه ما مورد پسند همتون قرار گرفته باشه دوستای عزیز اگر بامیان آمدین حتما از زمین بازار و از خانم های صنعت پیشه بامیانی ها حتما دیدن کنید و تشکر خاص دیگه گفتنی براتون ندارم دیگه یادتون نره چنل یوتیوب ما رو سابسکرایب لایک و کامنت فراموش تا نشود تا دیدار بعد بدرود